بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم. نماز و روزه هاتون قبول باشه. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. خدا رو شاکریم که در این روز، روز دوازدهم ماه مبارک رمضان، در این سال این توفیق رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا، استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، برادر بزرگوارشون آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، در خدمت شما حسینیان باشیم و عرض تبریک و تهنیت داریم. ایام ولادت با سعادت و پرخیر و برکت آقا امام حسن مجتبی رو شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در تقویم خودش 11 تا 17 رو داره، هفته بزرگ داشته ولادت آقا امام حسن مجتبی کریم اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. و اما مناسبت همین امروز 12 ماه مبارک رمضان و در یک همچین روزی در سال اول هجرت، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بین انصار و مهاجرین عقد اخوت بستن و برای خودشون آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام رو به عنوان برادر معرفی کردن در همون سال اول هجرت. عقد اخوت بین چه کسانی؟ بین انصار و مهاجرین. از این باب که ما همه مواردمون مشترکه، نه اینکه یک مورد بدون اشتراک داشته باشیم، تماما با هم مشترک هستیم و حتی با برادر بزرگوارشون آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم به همچنین. یعنی ما هر دو خدا را می پرستیم، ایمان کامل به وحدانیت خدا داریم، ایمان کامل به پیامبری به پیامبر بودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داریم و قبول داریم که خدا و پیامبر و اولی الامر اینها ولی ما هستند. خوب دقت میکنیم، اینها ولی ما هستند و ما ای که داریم الان این عقد اخوت رو میبندیم، همه جوره پای همدیگه ایستادیم. نه اینکه گروهی مشترکات داشته باشیم فقط به خاطر اون مشترکات با هم عقد اخوت بستیم، خیر،
از باب اینکه همه جوره پای هم هستیم، چون تمام اعتقاداتمون با هم یکیه. عرض کردم حتی یک مورد هم نداره که اعتقاد با هم فاصله داشته باشه یا این یکی بر اون یکی تمایز داشته باشه. پس برادری به این معناست. اون موقعی که پیامبر اکرم این مسئله برادری و اخوت رو اعلام کردن، غنی و فقیر با هم شدن برادر. اون موقعی که پیامبر اکرم این عقد اخوت را بستن، همه جوره پشت سر همدیگر رو داشته باشن این دوتا برادر، که چه کنن؟ که در سختی ها با هم باشن، در خوشی ها با هم باشن. هیچ کدوم اگر نقیصه ای رو متوجه شدن از برادرش، سعی بکنه این نقیصه رو برطرف بکنه. اگر حس کرد برادرش گرفتاری داره ولی اون برادرش روشو نداره صحبت بکنه، ازش تفقد بکنه، احوالش رو ببینه و بپرسه و از این باب همت بکنه رفع مشکل برادرش رو انجام بده. تنها فقط برای اون غنیه نیست، برای اون فقیره هم این مورد هست. چرا به این صورت؟ به خاطر اینکه دستور خداست. ببینید فرمودن انما المؤمنون اخوه، کسانی که ایمان دارن. ایمان از کجا میاد؟ از اون جایی که به همه چیزی که خدا و پیامبر فرمودن اعتقاد داشته باشی، نه اینکه اون چرا که خدا گفته انسان قبول بکنه و اون چیزی رو که پیامبر گفته انسان بگه نه ما همین قرآن برای ما کافیه. نه، این نیست. یعنی که همه موارد به هر اون چیزی که خدا و پیغمبر دستور دادن ایمان کامل داشته باشه. حالا اگر غیر از این شد دیگه نمیشه انما المؤمنون اخوه. این یعنی شروع راهی که نه مورد پسند خداست نه مورد پسند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. راهی رو خدا و پیامبر دوست دارند که افراد به اون عمل بکنن. عرض کردم ایمان کامل به همه موارد داشته باشن، نه اینکه میزانی رو قبول بکنن و مواردی رو قبول نکنن. به یه سری مسائل بپردازن و عمل بکنن، یک سری از مسائل رو بگذارن کنار. نه، این مورد قبول خدای تبارک و تعالی نیست، مورد قبول پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نیست. وقتی من عقد اخوت با برادرم بستم، به این نتیجه رسیدم که باید اجازه بدم برادرم خیلی راحت بره سراغ جیب من، دست در جیب من بکنه. البته ادب، ادب نه اینکه شرطش باشه، ولی حکم میکنه که به من اطلاع بده. ولی اگر اطلاع نداد هم ایرادی نداره، چون با همدیگه عقد اخوت بستیم، عقد اخوت بستیم. یعنی ما همه جوره با همیم، هر اتفاقی بیفته، چون پیمان بستیم اشتباه نشه، ایمان آوردیم به کلام خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و این عقد رو بستیم، نباید هم ناقض این عهد باشیم. بمانه اون افرادی که
بستن عقد اخوت رو، اون افرادی که در ظاهر گفتن ما ایمان داریم ولی بعدن همون افراد خنجر از پشت سر هم زدن، همون افراد عهد شکنی کردن، همون افراد پیمان شکنی پیشه کردن و پیش خودشون گفتن کی کجا حالا ما فوقش یه مقدار روزهایی رو مجبور بودیم به این صورت زندگی بکنیم، ولی این سیاه زنگی کجا و من ارباب کجا، این فرد بی پول کجا و من غنی کجا، و این فردی که عمرش رو عبد بوده الان من بیام با این برادر بشم، مگه میشه همچین چیزی؟ خدا رنگ پوست من رو یک رنگ دیگه خلق کرده و رنگ پوست این رو سیاه خلق کرده و شروع کردن به این موارد بیش از بیش دامن زدن و فقط به اونجای رسیدن که خیلی خب ما مسلمانیم اما برادری خودمون رو داشته باشیم، ولی نه، برادری موقعی محقق میشه که ایمان داشته باشیم به همه چیز، برادری موقعی محقق میشه که تمام مشترکاتمون رو با هم بهش اعتقاد داشته باشیم و عمل بکنیم. اللهم آمین. اللهم به حق الحسین الشهید عجل لولیک الفرج. خب الحمدلله رب العالمین، تماس اسکایپی ما با واشنگتن امریکا برقرار هست و خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری هستیم. این بزرگواری که شاید در حدود 1.5 ساعت قبل از سحرشون ما مزاحمشون میشیم و انشاءالله از بیاناتشون استفاده بکنیم. اجازه بدید بنده به نیابت از شما خدمت این عزیز عرض سلام و احوال پرسی داشته باشیم و بعد از اون برسیم و بشینیم سر کلاس درس، درس هایی که از کلام الله مجید این بزرگوار برای امروزمون تهیه دیدن. جناب آقای زاکری سلام علیکم، وقت شما به خیر، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم، خیلی متشکر، التماس دعا داریم، خدا توفیق بهتون بیشتر بده. واسطه خوبی هستید با مردم که بتونن اونجا عرض ادب بکنن و سلام بدن خدمت آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس. لطف آقا سید و شهدا، اجازه آقا امام زمان و دعای خیر مؤمنین هست که این نصیب و قسمت بنده حقیر و این شبکه مقدسه مستقل شیعی هست که از جای جای این کره خاکی پیام رسان شیعیان به مولا آقا ابا عبدالله الحسین باشیم. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شمای بزرگوار هستیم و آماده ایم انشاءالله فرا بگیریم اون چه که نتیجه زحمات شما بوده برای امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از اون چیزهایی که سبب گناهکار بودن و گناهکار شدن انسان میشه و انسان را جهنمی میکنه هر گونه اذیت و آزاره، حالا اذیت و آزار حیوان باشه، اذیت و آزار انسان باشه، اذیت و آزار درخت باشه. بله، بعضی از اینها مکروهه و بعضی از اینها حرامه. مثلا مکروهه که انسان درخت رو در غیر وقتش شاخه هاش رو بزنه اگر سبب مردن اون درخت بشه، یا اینکه مکروهه که اگر میخواد مرغی را مثلا سر ببره مکروهه که چاقوش کند باشه یا چاقو اره‌ای باشه. اما هر نوع اذیتی به انسان
حالا این انسان میخواد مسلمان باشه، مسلمان نباشه، هر دین و آیینی که داشته باشه فرقی نمیکنه، هر نوع اذیت او این حرام بدون اشکال. بلکه بعضی از اینها را پیغمبر اکرم میفرماد من طرف اون هستم، کسی که اذیت بکنه اون را. مثلا فرض بکن معاهد رو، یعنی یهودی و مسیحی و ادیان آسمانی دیگر که در کشور اسلامی هستند، اگر کسی اونها را اذیت بکنه، پیغمبر اکرم میفرماد من طرفش هستم، با من روبرو شده، با من برخورد کرده، من دفاع میکنم از اون معاهد. و همچنین اذیت و آزار همسایه، اذیت و آزار زن و فرزند، هر نوع اذیت و آزار انسان، این جزء محرماته و فرد رو دوزخی میکنه. یکی دیگه از مسائل بخله، یعنی انسان بخیل اگر شد، این بخل نکوهش شده. گاهی وقتا من بخیلم، مال خودم را به دیگری نمیدم، یعنی کار خیر نمی کنم. گاهی وقتا بخیلم به مال دیگران، یعنی اینکه در زمان امام صادق فقیری مراجعه کرد و حضرت به او پولی دادند. یکی از یاران حضرت گفت آقا کی میگه اینا محتاجن؟ یعنی چی؟ یعنی این بخیل نسبت به مال دیگرانه. حضرت فرمودن ما باید دعا بکنیم اینا راست بگن، اینا دروغ بگن. اگر اینا راست بگن نیازمند هستن و ما میتونیم نیازشون رو برطرف بکنیم، وای به حال ما اگر برطرف نکنیم. پس خود بخل نکوهش شده و بخیل جهنمی میشه، به خاطر اینکه اولا یک صفت بده و انسانی که قرار هست جانشین خداوند بشه بر روی زمین، انسانی که قرار است آنچه را که نیروی خدایی در وجود بشر قرار داده این هم پیدا بکنه، این حالا بیاد بیفته در سراشیبی، یعنی معرفتش بیاد پایین، یعنی آنچه را که باید سبب تکاملش باشه اینها را طی نکنه، بلکه برعکس خودشو بندازه در سراشیبی و در غفلت، که در نتیجه غفلت مقدمه خیلی از گناهانه. یکی دیگه از مسائل بدعت گذاری در دینه، یعنی کاری که الان حکومت هایی که به نام اسلام حکومت میکنن با این مشکل روبرو هستن، یا ما آخوندایی اگر این که دینمون رو به حکومت بفروشیم با این مشکل روبرو هستیم، چون حکومت خواسته های خودش رو داره. این خواسته ها لزوما شرعی نیست، ممکنه شرعی باشه، بعضیاش ممکنه نباشه. اما اگر این که من بیام و اون چرا که حکومت زمان از من میخواد، بحث ما در حکومت غیر معصومه. حکومت های زمان هیچ کدامشون حکومت های اسلامی نیستن. اگر کسی ادعا میکنه که حکومتش حکومت اسلامیه، در واقع اسلام رو متهم کرده، در واقع به جنگ اسلام آمده. با اعمالمون نباید سبب بشیم که دین اسلام چهره بدی پیدا بکنه، نباید سبب بشیم مردم از دین گریز پیدا بکنن به خاطر اعمالی که ما انجام میدیم. ولذا این مقوله معروف که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست، یک واقعیته. یعنی ما اگر هر کجا هستیم، اگر اینکه من روحانی یک مطلبی رو میخوام به مردم بگم، اگر گفتم این اسلامه و اسلام نباشه، خب این یقینا من متهم میکنم اسلام را. اما اگر اینکه گفتم برداشت من از اسلام اینه، اما اینهایی که وابسته حکومتی میشن و پول حکومت میگیرن، که قطعا پول حکومت و حقوق حکومتی قطعا حرام است، مگر اینکه انسان از مرجع تقلید خودش اجازه تصرف در اینها بکنه، چون مجهول المالک اولا، و ثانیا اینکه این پولها حرام و حلال قاطیه، مخلوط به حرامه، و مخلوط به حرام که میاد توی زندگی من، این اثر میگذاره روی نطفه بچه های من، روی زندگی بچه های من، در آینده بچه های من. و همین میشه که آمدن به جنگ امام حسین
با آقای امام حسین روز عاشورا فرمودن ملئت بطونکم من الحرام. پس بنابراین در دولتی که خودش را مسلمان میدانه بانک ها نزول میدن و نزول میگیرن و دولت ساکت است از این مسئله، آیا اون چرا که دولت درصد میگیره از این بانک ها این شرعا جایزه؟ آیا اون مالیاتی که با واقعیت روبرو نیست و مسئول مالیات اگه بهش رشوه ندن و فرض بکنید مالیات سنگین می نویسه، یا خود مالیات اگر در مقابلش کاری نباشه، الان کشورهای غربی مالیات رو که می گیرن در مقابلش کاری انجام میدن، این کاری که انجام میدن از اون مالیات به حساب میاد، اما در کشورهای ما پول آبو که می گیرن، پول برقو که می گیرن، پول گازو که می گیرن، پول تلفنو که می گیرن، پول تمام کارهای اداری را که شما مراجعه می کنی، حتی پول صدا و سیما، پول رادیو تلویزیون، همه اینها را از مردم می گیرن. پس اون چرا که ذخایر ارضی هست، اون چرا که منافع فرض بکنید نفت و گاز و امثال اینها کجا میره؟ اینا باید همش در خدمت مردم باشه. اما اگر اینکه آمدم از مردم پول گرفتم و به مردم گفتم اگر ندید با خدا جنگ کردید، اگر ندید با اسلام جنگ کردید و عبارت هایی که شما حتما در صدا و سیماهای کشورهای اسلامی میشنوید و میبینید، پس هر نوع بدعت گذاری در دین، بدعت یعنی اون چرا که در دین نیست من بیام اون را نسبت بدم به دین و بگم در دینی همچین مطلبی هست، این بدعت گذاریه. یه چیز دیگه هست که این اسمشو باغی میگذارن، باغی باغی یعنی متجاوز. اگر من تجاوز کردم به دیگران، فرض بکنید اون کسی که میاد اسلحه میکشه، فرض بکنید اون کسی که جاسوسی میکنه برای دشمنان اسلام، یا اون کسی که فرض بکنید تعدی میکنه به ناموس مردم، خب اینها بقیه باقی هر چی باشه در هر صورت از صورت ها که باشه این جهنمیه. بعد میاد مرحله بهتان. بهتان یه بحث مشکلی داره پیدا شده توش مدت اخیر، اقلا یه 30 ساله اخیر هست که حکومت ها مخالفین خودشون را متهم میکنن به هر مسئله ای و اسمشو میگذارن باهتوهم، که روایت داره، در حالی که باهتوهم معناش تهمت زدن به دیگران نیست. تهمت زدن به دیگران حرامه. باهتوهم یعنی با اونها بحث بکنید و با استدلال و قانون اونها را قانع بکنید، نه اینکه شما هر تهمتی را که میخواید به یک فرد بزنید. من یادم سیستم های سابق، الان هم خیلی از حکومت ها همینطوره، وقتی که با یک نفر در میفتن مشکل پیدا میکنن هر تهمتی را به او میزنن. خب این تهمت زدن به یک مسلمان حرامه. حتی تهمت زدن به غیر مسلمان هم اشکال شرعی داره. دیگر از مسائلی که انسان را جهنمی میکنه خیانت کردنه. این خیانت کردن یک امریز هم شرعی و هم عرفی، یعنی این که شرعن من دزدی بکنم، خیانت بکنم در ابانت، خیانت بکنم در چشم چرانی، جایی را که نباید ببینم برم اونجا چشم چرانی بکنم، پرده دری بکنم، همه اینها انواع خیانته. خیانت به همسر هم یکی از مسائلی است که باز همینجا مطرحه، یعنی کسی که خداوند نعمت بهش داده، همسر خوب در اختیارش قرار داده و این همسر خوب بدون هیچ ممانعتی با هم دیگه میتونن خوب زندگی بکنن، این آقا بره به فعل حرام منتهی بکنه کار خودش رو، یا این خانم خدایی نکرده بره دنبال مسئله حرام. خیانت هر نوع به هر شکلی که باشه حرامه. حالا این خیانت رو خیانت شرعی باشه یا خیانت عرفی، یعنی یک جور عمل بکنم. فرض بکن اونهایی که در تلفنشون شماره های زنهای نامحرم زیاد هست و با اونها گفتگو و گپ و امثال اینها میکنن، خب وقتی که زن میفهمه این خیانته، یعنی میفهمه که شما خیانت بهش کردی، فعل حرام که انجام دادی درگیر با حکم شرعی هستی،
خیانت به همسر خودت هم کردی. یکی دیگر از مسائل که ممکنه افراد خیلی در فکرش نباشن، پناه آوردن به ظالمه. یعنی این که ظالمی، حکومت ظالمی، من بیام بهش پناه بیارم، بیام از پناه او، از امنیت او استفاده بکنم، بیام من مشکلات خودم را سعی بکنم از طریق دادگاه های حکومتی، اونم حکومت ظالم، بخوام به خواسته های خودم برسم. بله، اگر هیچ راهی نباشه برای این که من حقم را بستانم، جایزه به دادگاه های رسمی مراجعه بکنم. اما اگر این که دانستم که رفتن من به این دادگاه ها و مراجعه به این دادگاه ها کمک به ظالمه، این حرامه، جایز نیست. یکی دیگر از محرمات ریاکاریه، یعنی کسی که برای غیر خدا کاری را بکنه، این بهش میگن ریاکار. برای اینکه مردم بدانند من خوب نماز میخونم، حمد و سوره را جوری بخونم که دیگران بشنوند. اگر برای تعلیم دیگرانه، آقای شیرازی جایز میدونن برای تعلیم دیگران، اما اگر قرار باشه برای ریاکاری باشه، جایز نمیدونن. خدا رحمت کنه مرحوم محمد تقی بهلول را. مرحوم بهلول خاطراتش هم چاپ شده در تهران، خاطراتش به فارسی چاپ شده، عربیش هم ترجمه شده. ایشون نقل میکنه در اون دورانی که در مشهد مشکلی پیدا کرده بود و خلاصه حکومت زمان در پیش بود و گرفتش و بازداشتش کرد و بعد تبعیدش کرد، گفت مرا تبعید کردن به یک جایی که منطقه اهل سنت بود، شیعه نبود، منم پول نداشتم، به من که پول نمیدادن، جایی هم نبود، من میرفتم توی مسجد میخوابیدم. ایشون نقل میکنه، من از خودش شنیدم، تو خاطراتش هم نوشته. ایشون نقل میکنه، میگه که یک روز امام جماعت اونجا به من گفت آقای بهلول، تو معروفی به این که آدم خوبی هستی و معروف به این که آدم پارسایی هستی و مردم قبولت دارن، پشت سرت نماز میخونن، فقط تو یک دونه کار بد داری، مردم این کار را بد میدونن و تو انجام میدی. گفتم چیه، من چه کار بدی انجام میدم؟ گفت شما بعضی روزها نماز صبح را که میخوانی، امام جماعت میشی و نماز صبح را میخوانی، بعضی روزها بیدار میمانی توی سجاده تا طلوع آفتاب، اینو مردم دوست دارن. بعضی روزها را میری میخوابی، اینو مردم دوست ندارن. گفت من بهش گفتم خب این شرکه، این شرک خفیه، اگر من بمانم در سجاده برای این که مردم راضی باشن، این ریاکاریه، ریاکاری حرامه، هر جوری ریاکاری باشه حرامه، در هر کاری از کارها. یکی دیگر از محرمات دزدی کردنه. دزدی کردن فرقی نمیکنه، دزدی کم باشه یا زیاد باشه فرقی نمیکنه، این دزدی از پدر باشه، از شوهر باشه، از همسر باشه، از غریبه باشه، فرقی نمیکنه، دزدی دزدیه. بله، اونهایی که فرض بکنید که اگر مرد نفقه نداد به همسرش و همسرش نیاز داشت برای نفقه ضروری خودش و فرزندانش، میتونه از جیب شوهر برداره به اندازه رفع نیاز، اینم مسئله، این چون صدق دزدی نمیکنه. یعنی مرد وظیفه داره شرعا نفقه این همسر رو بده، اگر نده بدهکاره. حالا اگر این مرد داشته باشه و نخواد بده، جایزه که زن احقاق حق بکنه، البته باید اجازه از مرجع تقلیدش بگیره. یکی دیگر از محرمات سعایت برای ظالمه، یعنی برم پیش حکومت ظالم و بهش بگم فلانی در فلان منطقه، مثلا فرض بکنید مردم رو دور خودش جمع میکنه. اینو در زمان ائمه هم داشتیم، کسانی میرفتن حرفهای گزارشهای دروغ میدادن به حکومت ظالم، اینو بهش میگن سعایت. الان هم داریم، یه وقتی یه کسی رو بخوان بگیرنش به هر علتی، میرن یه مقداری تریاک میذارن تو جیبش، بعد میان به عنوانی که آقا تریاک داره بگیرنش. خب اینها
سعایت کردن به انواع مختلفه. پس هر نوع لو دادن مسلمان، یعنی در واقع به حکومت ظالم بگن فلانی فلان قابلیت رو داره و حکومت نخواد چنین قابلیتی در افراد باشه، این سعایت بر ظالمه. یکی دیگر از مسائله که حرامه و روایات و آیات شریفه خیلی زیاد در موردش هست، شرک، یعنی برای خدا شریک قائل شدن، یعنی این که من غیر از خدا را در کارهای خودم ملاک قرار بدم. یعنی من برای فرض بکنید نماز میخوانم، هم برای خدا و هم برای این که فرض بکنید مردم بگن این آدم خوبیه. شریک قائل شدن برای خدا، من روزی میگیرم اما روزیمو خیال میکنم که مثلا من از صاحب کارم روزی داره به من میده، خب این شرکه. یعنی روزی من را خدا عنایت میکنه به من میده، بله باید من تلاش بکنم بر اساس تلاش خودم روزی گرم بیاد، این درسته، اما اینکه روزی را غیر از خدا میده این شرکه. ولذا در حدیث قدسی داره که خداوند میفرماد لأقطعن عمل کل معمل غیری، اگر کسی امیدی به غیر از من داشته باشه، یعنی برای غیر از من کار بکنه و امید از غیر از من داشته باشه، من امیدشو ناامید میکنم. روایات زیادی هم داریم اگر کسی برای غیر خدا کاری کرد بهش میگن که برو اجر و پاداشت رو از اون بگیر، پس دیگه پیش خدا حسابی نداری. یکی دیگر از مسائل شقاوته. شقاوت یعنی شقی شدن، سنگ دل شدن، با زبان با دست در واقع مردم از من بترسن. این شقی از محرمات، کسی که شقی بشه در واقع خودش را یک جوری ظلم خودش را بر مردم تحمیل بکنه، این شقیه. هر نوع شقاوت حرامه. یکی دیگر از چیزهایی که انسان را جهنمی میکنه طمع داشتنه. طمع داشته باشم به دیگران، من خانه دارم اما چرا دیگری خانهش بهتر از خانه منه، چرا دیگری همسرش بهتر از همسر منه، چرا دیگری امروز درآمد داشت و من نداشتم. طمع داشتن به آن چرا که در دست دیگرانه این حرامه. ما باید آنچه را که میتوانیم تلاش بکنیم خودمون به دست بیاریم، از خدا بخوایم خودمون به دست بیاریم و به زندگی و آنچه را که خداوند به ما عنایت میکنه قانع باشیم. آخریش رو برای امروز عرض میکنم، ظلم کردنه. هر نوع ظلم کردن، ظلم نسبت به همسر، ظلم نسبت به فرزندان، ظلم نسبت به افراد جامعه است. این هر نوع ظلم کردن، چه ظلم شرعی باشه چه ظلمی باشه که عرف اون را ظلم میدونه، حرامه. حالا ما اگر بشینیم خودمون کلای خودمون را قاضی بکنیم و ببینیم واقعا ما نسبت به زیر دستان خودمون، اگر کارگری دارم، اگر فرزندان من با من کار میکنن، من پدرانی میشناسم که فرزندانشون براشون کار میکردن بهشون حقوق نمیدادن، این ظلمه. هنگامی که فرزند من برای من کار میکنه باید من حقوقش را بدم و به اندازه‌ای بهش بدم که شأن اون هست، یعنی به اندازه‌ای که او داره برای من کار میکنه و از من طلبکاره، پس من باید حق حقوق او را بهش بدم. نسبت به ظلم، نسبت به زن و فرزند، اگر این که زن خیال بکنه مرد ظالمه، خود این ظلم در حق مرده. اگر زن خیال بکنه یا بگه یا تصور داشته باشه که مرد حقشو نمیده در حالی که مرد حقشو میده، این ظلمه نسبت به مرد. حالا اگر مرد نسبت به همسرش خیال بکنه این خانم که میره بیرون، فرض بکن میره وقتشو در جاهای بد میگذرونه، این ظلمه نسبت به همسره. حق کسی را خوردن، تجاوز بر حقوق دیگران کردن، هر نوع چیزی را که بهش بگن ظلم، این جایز نیست و حرامه و حق نداره یک انسانی که مسلمانه، بلکه حتی غیر مسلمان هم حق نداره نسبت به کسی
ظلم بکنه. حتی ظلم به حیوانات هم جایز نیست. پس بنابراین این مواردی که روز گذشته بیان کردیم و مواردی که امروز بیان کردیم، مواردی دیگه هم هست، شاید فردا انشاءالله تمومش بکنم، باید بدانیم، خودمون بشینیم بسنجیم که آیا آنچرا که من امروز انجام دادم اینها جزو محرمات بوده یا جزو حلال ها بوده. ولذا در روایت داره حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از آنی که دادرسی برقرار بشه و دادگاهی برای حسابرسی مردم برقرار بشه، خودت وضع خودت را محاسبه بکن. بلکه در روایات دیگه داره که ارزشیابی هم بکن و زنوها قبل ان توزنوا، یعنی فقط مسئله عدد نیست، مسئله تقییم هم هست، یعنی این ظلمی که من کردم این ظلم 10% بوده یا 100% بوده، این فعل حرام چند درصد بوده و چند درصد نبوده، و من چند درصد از وقت خودم را صرف این مسئله حرام یا صرف این مسئله حلال کردم. اگر حساب رسی بکنم اون وقته که حرام ها را کم میکنم و حلال ها را زیاد میکنم. امیدوارم که انشاءالله وقتتون را بیهوده تلف نکرده باشم. قطعا به همین صورت که فرمودید بیهوده نبوده، استفاده کردیم. انشاءالله خدا به شما سلامتی بده و انشاءالله این مواردی که فرمودید با آموزه هایی که از دین داریم انشاءالله از همش دوری تا این لحظه پیدا کرده باشیم و هیچ وقت هم به طرفش نمیریم. با دعای خیر حضرت عالی ممنونیم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. انشاءالله موفق و همچنین انشاءالله حاجت روا باشید. ما دعاگو بنای و زیارتون هستیم. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. خب عزیزان بیننده، عجیب مواردی هست که شاید ماها اصلا فکرش رو هم نکنیم. مسائل ریزه و آخرین کلام جناب آقای زاکری خیلی عجیب بود. حالا نوعیتش سر جای خودش، وزن کردنش هم سر جای خودش. حقیقتا استنباط از این آیه و من یعمل مثقال ذره خیلی سخته، خیلی سخت. مواظب باشیم. میگن کمترین به اندازه اثر نوک سوزنی که در دریا بزنی و روی کاغذ بگذاری، چقدر نمی داره، چقدر تری داره، چقدر اثر از خودش میگذاره، به همین اندازه و حتی کمتر هم مورد مؤاخذه ایم، مورد حساب و کتابه، مورد پرسشه. حالا طلا رو با نخود و حبه و نمیدونم سوت و قیرات و اینا به قول معروف وزن میکنن، ولی خدای تبارک و تعالی که خودش خالق این اعداد و ارقام هست، خالق این ذرات هست، خدا کنه به همون رحم بکنه، از باب رحمتش با ما طی بکنه، اگر بخواهد از باب عدالتش با ما تا بکنه، واقعا کلاهمون پس معرکه است. دقت بکنیم، بیاییم مواظب باشیم. اگر به خودمون در ایام ماه مبارک رمضان گرسنگی میدیم، من خودم رو عرض میکنم، خدای نکرده اساءه ادبی خدمت کسی نکنم، اگر به شکمم صابون میمالم که با یه روزه گرفتن و خدمت شما عرضم ده، با یه حاضر شدن در برنامه سلام کربلا و چند تا سلام مردم رو موفق بشم وصل بکنم و برم حرم آقا سید و شهدا نائب و زیاره باشم
ولی از اون افرادی باشم که خیلی راحت چشمام رو ببندم و دهان رو باز بکنم و هر اون چه تهمت هست به دیگری بزنم. نستجیر بالله، نستجیر بالله. حتی تفکر این اعمال هم گناه داره، ولی خب خدای رحمان و رحیمی رو داریم، اینقدر رحمتش زیاده، این موردش رو لاقل از گردن ما انداخته. تفکرشو میکنی، تا زمانی که عمل نکنی برات سیعش رو نمی نویسن. امیدواریم حتی همین تفکرشم از ذهن ما خارج بشه و اصلا به ذهن ما نرسه، که تازه بخواهیم وقت صرفش کنیم و وقتمون رو اینطوری از بین ببریم. من به چه صورت بتونم این عزیز رو، این آقایی که با من دشمنی کرده رو، بتونم او رو اذیتش بکنم؟ اصلا فکر کردنشم مشمئز کننده است. چون میدونید چرا نهیم شده؟ میدونید چرا؟ امیدوارم هیچ وقت در صدد تجربهش قرار نگیرید، ولی اگر زبون املال اصلا به این نتیجه نرسیدید بخواید تجربه بکنید، طوری هم نیست، ولی نکنید این کار رو. اگر قرار باشه من کسی رو اذیت بکنم، حالا با تهمت یا هر چیزی، اونقدر باید به خودم فشار بیارم، اینقدر باید خودم رو اذیت بکنم، به خودم بقبولونم که آقای ایکس و خانم زد این مشکل رو دارم، خودم باورم بشه تا بتونم به اون تهمت رو بزنم. میدونید وقتی که خودم باور ندارم چقدر اعصابم خورد میشه تا بتونم به خودم بقبولونم؟ امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. امیدواریم روزها رو به خوبی پشت سر بگذرونید و زنده باشیم به این میزان که عرض بکنیم اللهم عجل لولیک الفرج. زنده باشیم حداقل برای همین ذکر تا فرج مولامون بر ما نزدیک بشه. یا علی. بگریه کنان آقا اسمم و